خیلی خوش آمدی آقای یوسف حاتمی به برنامه ما. خیلی خوش آمدی. یک صحبتی با بیننده های ما بخون. ممنونم از شما. ممنون از بینندگانتون. انشالله که این گفتگو خیلی آزارشون نده و ریتمم اونجوری باشه که خسته نشن. معرفی کنید. سلام. خوش آمدید. ما امروز در برج میله در سانس دوم در حقیقت فیلم شما رو به نام شب طلایی دیدیم. خوشحالم البته اول از همه که اسم فیلم رو عوض کردیم. شمش طلا بود. بله. و این اتفاق خوبی بود که حداقل و ابتدا از جای خالی پدر بگیم که امروز نتونستن باشن. آقای ابراهیم حاتمی کیا که تهیه کننده فیلم هستن و ابتلا به کرونا پیدا کردن. میخواین اول بگین حال پدر چطوره که بعد بحث رو شروع کنیم؟ به خوبه خدا رو شکر، البته تازه شروع شده و انشالله که اصلا خیلی رو به اوج نره، ولی دیشب تازه این اتفاق رخ داد و دیدم. آره امیدوارم که الله چیز نشه. دیدم توی نشست خبری آقای حاتمی که تصویری ارتباط گرفتن یا صوتی بود؟ صوتی بود. آره صوتی که گفتن که مثل این میمونه که شب عروسی پسرت نتونی بیاد. جمعه خوب جمعه خوب بود. بفهمید شما. آقای حاتمی که من خیلی خوشحالم که مستقل از پدر فیلم ساختی. خیلی خوشحالم که فیلم خوب ساختی. خیلی خوشحالم که یه فیلم اجتماعی ساختی. و در واقع مستقل از پدر منظورم این نیست که در واقع یعنی خودت به عنوان مستقل یک ذهنیت مستقلی داری و آمدی داری فیلم میسازی. اینا ایده از کجا اومد؟ چرا اینقدر جامعه رو تلخ دیدی؟ ایده زمانی شکل گرفت که داشتم یه فیلمنامه دیگری کار میکردم. و البته ایده هم از یک جور نگرانی شکل گرفت، یعنی احساس میکردم که جامعه احوالش خوب نیست. داشتم میچرخیدم و دیدم انگار این احوال خوب نبودن از درونه، از خانواده است و واسه همین شد ایده‌ای که الان در شب طلایی هست. راستش خیلی سعی کردم که فیلم سیاهی نسازم، یعنی تلخیش یعنی اینقدر زیاد نشود که یک مقدار مخاطب با غمباد از پای فیلم بودنش. و خیلی هم موقعی که داشتم تحرم نوشتم داشتم فکر میکردم که خب تو چه قشری باشه، قشر پایین دست، طبقه متوسط یا بالا دست. واقعیت اینه که احساس میکردم که تو چند سال اخیر طبقه ها رو بالاخره چه پایین دست خیلی در موردش صحبت شده. فکر میکردم طبقه متوسط طبقه همزادپنداری بیشتری برای مخاطب ایجاد میکنه و علل حساب صادقانه من این طبقه رو بهتر میشناسم و سعی کردم خانواده رو از طیف های مختلف انتخاب بکنم، یعنی آدم ها با سلایق مختلف. و این تلخیه صادقانه هی سعی کردم تو طول کار مخاطب رو هم بخندونم با یه سری لحظات که یه مقدار این تخلیه بشه اگر فشاری هست. اما خب احوال به نظرم احوال تلخی بود. این نگرانی تلخیه و اگه تلخ نمیگفتم احساس میکنم که شاید مخاطب اون نگرانی من رو درک نمیکرد. من نگرانی تو درک میکنم. زمین که یه جمله گفتی این احساس کردم حال جامعه خوب نیست و این خوب نبودن از درون خانواده است. فکر نمی‌کنی که تأثیرات بیرون درون خانواده رو به هم می‌ریزه؟ حتما همینطوره. یک چیز یه طرفه نیست، کاملا دو طرفه است. اما واقعیت اینه که این تأثیر جامعه به خانواده وارد شده و خانواده به مرور داره هی از هم جدا میشه. این جدایی با یه پمپاژ خیلی بیشتر سمت جامعه برمیگرده و خب این اون نگرانی است که من احساس میکنم اگر حواسمون نباشه حداقل از جامعه خودمون، جامعه ایرانی که خانواده یک عنصر مهمیه به شدت، به نظرم در آینده نه چندان دور بیش از پیش میفهمیم که باید بیشتر حواسمون می بود به این محبه. یعنی ما باید در درون خانواده یک انسجامی رو احساس کنیم. بله. که اون انسجام به وجود بیاریم که بعداً بتونیم در مقابل این جامعه بیرون. بله. که متشنج یا به هم ریخته است. بله. علت رو در چی می‌بینی؟ یعنی یه خانواده داری تو که خیلی هم خوبه، یعنی خانواده بسیار خوبیه، سر یک چیزی دعوا میکنن که من لو نمیدم. بله مرسی. همه به هم متهم میکنن هم دیگر رو، همه هم دیگر رو میکوبن، فقط تنها چیزی که میمونه مادره. بله. اعتقاد به این داری که مادر مرکز ثقل خانواده. بله بله بله. مادر رو من علم خیمه میدانم، حالا بخوام تعریف شاید ازاره به طور فوکوس مخاطب بفهمی، یا ستون خانواده میدونم. اگه این ستون برداشته بشه خانواده متلاشی میشه. حالا مادر میگم لزوما به معنی نیست که پدر در این قامت نیست، اما مادر یک عاطفه همراهشه، یک
مادرانگی یا همون مام وطن، حالا بخواین تعریف یه ذره بزرگتر بدین، که او از بین بره، او به آدم حواسش بهش نباشه، باعث میشه که این خانواده از هم دور شه. نقطه اتصال مادره. و نکته ای که راجع به این کار بود یادم افت، سوال اول ایتی که سوالتون اولش چی بود؟ اصلا ذهنم بود که اینو جواب بدم، الان یهو پرید از ذهنم. حالا تا اینجاش. آره بخواید ادامه بدیم. میخوام بگم که به هر حال این نکته که گفتیم، ما یه بار که با آقای جیرانی داشتیم فیلمو میدیدیم، یاد فیلم مادر علی حاتمی افتادیم و این که این مادر باعث میشه اینا دور هم جمع بشن و استثنان جز معدود فیلمایی که توش کرونا هم داره، ما هیچ کدوم فیلمام کرونا نداره. این به هر حال به عنوان اولین ساخته شما، اولین فیلمتون که دارین کارگردانی میکنین، کار من جملاتو تموم کنم. موضوع که مادر علی حاتمی افتادیم که در سال 68 سعی میکرد همه رو جمع کنن، ولی مادرتون نمیتونه همه رو جمع کنه. بله. چرا؟ اول اینکه فیلم من شما رو یاد فیلم مرحوم حاتمی انداخته، فیلم مادر، برای من افتخار خیلی بزرگیه. همین یاد افتادن برای من خیلی اتفاق رفتی انگیز. به هم ندارن میدونم نه همین که این یاد آقای رخ میده برای من خیلی اتفاق بزرگیه. اما واقعیت اینه که به نظرم این همون آینه جامعه است. شاید در دهه 60 میتونست اتفاق رخ بده، ولی در سال 1400 اتفاق نمیتونه رخ بده. این جامعه دیگه آره این شکلی دیگه مادر نمیتونه کاری بکنه. حالا سوال چیه؟ 5 تا فیلمنامه نوشت. یه چیزی بگم یادم من همون نکته بود که فراموش کردم. من یه انتقادی هم به سنت داشتم، یعنی در این فیلم که مادر نمادش بود. سنت کاری که میکنه اینه که میخواد با تمام قوا همه چیز لوکس در نظر بگیره، هیچ دلخوری نباشد، هیچ کسی با هم اختلافی نداشته باشه، خدای نکرده نشود یک کسی با اون یکی مثلا جلو یه دعوای بکنه. این چی میشه؟ باعث میشه که یعنی همه اون حب و بغض ها بره لایه پایین و کافه یه تنش اتفاق بیفته و یهو منجر میشه به یه چیز خیلی بزرگ که میفهمی واو این خانواده زیرش خیلی، حالا شاید کلمه باطلاق یه ذره کلمه ترخی باشه ولی باطلاقیه. و به انتقاد به مادر نداشتم، مادر واقعا داره اتوماتیک اون چیزی که فکر میکنه درسته رو داره انجام میده، تلاش میکنه همه جوره این خانواده رو حفظ کنه، اما نذاشته این خانواده مشکلاتشون رو با هم حل کنه. و خب این اتفاق اینجا معنی از سنت، معنی از سنتی معنی کلیتری میخوای بگیری که همه چیزی که گذشته و در واقع مذهب و همه چیز قاطیه دیگه در واقع. آره دیگه، یعنی بله اینو بگیری. بله. چون یه آدمی داری تو فیلمت که به شدت مثلا مذهبیه بله. و ازش هم انتقاد میکنی، یعنی یک جوری به هر حال یه جبهه‌ای داری بله. از اون آدم خشک و مذهبی که توی فیلمت هست. آره بی واقع اگه بهم بگین که نماد مثلا اون چیز دیگه است، اون من یک تفکر کلی بله بله ممزوج همه اون چیزایی است که ما میشناسیم، یعنی اینکه چیزی که ماها شاید خودمون هم هر کدوم یه سمتی در درون خودمون داشته باشیم که آقا هیچ دعوای رخ نده ها نشود. بارها دیدیم و گفتیم که مثلا دو طرف با هم مشکل دارن اما سعی میکنیم که لبخند بزنن و یه جوری کلمه نفاق شاید کلمه خوبی نباشه اما سنت یه ذره ما رو سمت این ماجرا میبره. اون سنت به هم ریخته برای اینکه بیرون به هم ریخته دیگه، یعنی جامعه درونش به هم ریخته، یعنی دو سبک زندگی به هم ریخته، یک سبک دیگه داره میخوره دیگه. اینم نگرانی من بوده جیلانی، من یه فرد 30 ساله‌ام که چند سال خانواده برام مهم شده. خانواده واسه اینکه میگم ریشه است، اگه این ریشه تو از دست بدی انگار که هویت تو از دست بدی. برای همین احساس واقعا خطر کردم. من فیلمنامه های قبلیم که حالا سوال شما فکر کنم بود اصلا تو این ژانر نبود. البته که من خیلی من از اون دسته فیلم سازام که انشالله بتونم ادامه حیات بدم و در ادامه کار دوست دارم ژانرهای مختلف رو امتحان کنم، یعنی سبک های مختلف. و ولی اینجوری نیست که لزوم من فقط دنبال ژانر باشم، حرفم ببینم چیست اون رو در یه ژانری تعریف میدم. و همین خواستم می بگم که شما 5 تا فیلمنامه نوشتین که به این فیلم رسیدین. این پنجمیه. میخوام بدونم که به خاطر اینکه یک بک‌گراندی هست و شما پسر ابراهیم حاتمی کیا هستید، وسواس بوده برای ساختشون یا اینکه نه اساسا اونا شرایط ساختش فراهم نشده؟ همین، یعنی من واقعا شرایط ساخت بله بله من 4 تا فیلمنامه دیگه هم تا مرز ساخت رفت، بازیگر انتخاب شد، همه چی بود، تهیه کننده دیگری بود، هر کدوم از اون کارهای تهیه کننده دیگری داشتن و در بخش خصوصی. و خب لحظه آخر سرمایه گذار به دلایلی یهو میکشید کنار.
و خب این انقدر ادامه پیدا کرد، یعنی 4 تا کار پشت هم، یعنی من واقعیت اینه که نمی ایستادم که مثلا فیلمنامه اتفاق رخ نمیداد، متوقف میشد، نمی گفتم الا لله این فیلمنامه و بعد احساس میکردم من الان اون تایم اون فیلمنامه و حرفم بود، الان دیگه شاید حرفم نیست، میرفتم فیلمنامه بعدی مینوشتم، دوباره اتفاق رخ میداد، سرمایه گذار میومد و شکست میخوردم. خیلی با ناامیدی من طرح شب طلایی نوشتم، یعنی واقعا شب طلایی از خودته جان؟ طرح شب طلایی از خودته؟ بله 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 بله، طرح از خودته، یعنی ایده و طرح از خودم بود و راستش میخواستم آقای جهرانی تبدیلش کنم به رمان، گفتم بذار حداقل یک کاری از من نوشته بشه، تبدیل بشه به یک چیزی که عرضه بشه، چون فیلمنامه قابل عرضه نیست، فیلمنامه قسمیست از فیلمسازی. چی شد میشه طلایی رسیدی؟ چون من فیلمنامه اولت هم که فرستادی پی شورا خوندم، اون فیلمنامه چهارم بود، اون چهارم اونو خوندم. آره اونو خوندم. آره. چطور سریزی میشه تو همون حین نوشتن اون فیلمنامه بود اتفاقا، یعنی همون تایم و نگرانی و ایده‌ای که یک گوشه نوشته بودم و موقعی که اون فیلمنامه هم نشد، اون فیلم تا مرز ساخته شد رفت نشد، یه من تخته دارم، خب این ایده ها میذارم روش، یه خود چشمم افتاد به این و دیدم چقدر با احوالاتم نزدیکه، شروع کردم نوشتن. واقعا هم انقدر با احوالم نزدیک بود که نیم روزه نوشتم تا کامل شد و چند بار البته بازنویسی متعدد رخ داد، اما خیلی نزدیک به خودم بود، خیلی. و من اسمشو میذارم برای خودم غمنامه خودم. چه اسم خوبی. پس در حقیقت پدر باعث شد آخر سر که تایید کننده شده شما فیلمتون ساخته بشه با این شرایط؟ ببین واقعیت اینه که اولا که سایه ایشون همیشه بالا سر من و ممنونشم در هر شکل، اصلا من سینما رو از ایشون یاد گرفتم واقعا و افتخارم اینه که فرزند ایشونم. اینا رو گفتم، حالا بریم سمت این ماجرا که نه، واقعیت اینه که من وقتی طرح نوشته شد عزیزان دیگری آقای اویس طوفانی و بهراد مهرجو مجریان طرح بودن و سرمایه رو هم ایشون این عزیزان جور کرده بودن و خب ما کار تهیه کنندگی نداشتیم، گفتیم کی نزدیکمونه، گفتیم خب پدر و خیلی مهربانانه پذیرفت چون فیلمنامه رو و طرح رو دوست داشت، بسیار دوست داشت، واقعا دوست داشت. خیلی هم آره صریح الکلام آقای جیرانی، خودتون دیگه میشناسیدش کاملا، نسبت من چند برابر، یعنی من این تست ها رو قبلا زده بودم، یه طرحی بود مثلا با اسم شخص دیگری بهشون میدادم خیلی ملوتر برخورد میکردن، همون طرح با اسم خودم میرم اصلا میفهمید با اسم من یهو اصلا ورق برمیداشت، ولی این طرح دوست داشت و فیلمنامه رو دوست داشت کاملا، میگفت با اینکه از دنیای او فاصله داره میگفت اخلاق مداره و خیلی نسبت بهش احساس نزدیکی داشت. نگفت تکلوکشن سخته برات؟ چرا؟ نگفت تکلوکشن و احسان این اتفاق خیلی سخته؟ چرا؟ ولی میدونست من یه ذره بودم پر روی تعداد بازیگر و این تعداد بازیگر جلو دور میشه. یادم نمیره من فکر کنم 15 سالم بود، دبیرستانی بودم، یه مستند بعد میساختم واسه برنامه 90 در ایلام، گفتش که این کاری که تو میخوای بکنی مثل اینه که به من بگم یک شهری در کانادا پاشو برو اونجا قراره یه فیلمی بسازی، اینقدر میتونه فاصله داشته باشه با یه بچه چیز، و من خوب اون کار کردم و پخشم شد، خیلی هم برام جذاب بود، خیلی هم بازخورده خوبی داشت. خب واقعیت اینه که اگر در فیلمساز حس جنگندگی نباشد که خب زیستش همون موقع تمام شده است، این حس جنگندگی رو در من میدید و اعتماد کرد و البته فیلم کوتاه‌های من دو تا فیلم کوتاه آخری که ساخته بودم رو دوست داشت و احساس میکرد که میتوانم این کار رو انجام بدم و خب این شد که خیلی کار سختی کردی، یعنی یک سناریوی خورده پیرنگ داخل یک خونه با قصه های کوچک، البته خیلی کار سختی بوده و امتیاز بارز اینه که این همه در اومده، یعنی در واقع نکته اینه که هم همه چیز سر جاشه، آدم ارتباط برقرار میکنه با آدمات و فیلم در اومده و پایان هم پایان معقول و متینیه. خیلی کار سختیه. چجوری فکر کردی با دوربینت با میزان سنات؟ بله. یعنی در واقع این سختی رو چگونه وارد این سختی شد؟ بله. این نکاتی که گفتم همش سختی بود، لوکیشن بسته و تعداد زیاد بازیگر، اما این سختی سوم همین نکته بود که شما گفتید. من خود دکوپاش کرده بودم مثل سکانس ها رو بر مبناش و برم که فیلم برداری کنم، روز اول یا دوم فهمیدم بسیار کار اشتباهی، باید برم قبل اونم تو پیشتولی تمرین ها کرده بودیم، اما گفتم آقا اینجوری من روح رو از سکانس و اون خانواده میگیرم،
برای همین تصمیم گرفتم که برم و سکانس رو تمرین کنیم با بازیگر، همونجا دکوپاش کنم. و خب این واسه فیلمساز اول خیلی کار سختیه. خیلی کار سختیه. یعنی همونجا دکوپاش میکردی بر اساس میزان سنی که میدادی؟ یه ذهنیت داشتم. تمرین میکردی؟ بله بله ذهنیت داشتم. یعنی که میگفتم این سکانس خب محوریت این کارکتره و خب بعد این حس در بیاد، دوربین بعد لولش نسبت به کارکتره. تعریفای خدمتتون عرض کنم که مفهومی داشتم، نه لزوم من که بگم آقا حتما از این تک بگیریم یا اینجور چیزها، نه واقعا. و خب واقعا ترسناک بود برام، یعنی نمیدونستم در میاد یا در نمیاد. با ما قبلا ما یه دوربین فیلم برداری میکرد میزان بله 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 بعد بله. اون دوربین رو دوباره دکوپاژ میکرد. بله این بله. کار تو نکردی؟ من نه، واقعیت اینه که ایشون از فیلم چهارم پنجمش این کارو کرد. در فیلم آژانس شیشه‌ای من یادم مدیر تولیدشون من خاطره میگفتش که ایشون مثل آقای بیضایی یه برگه‌ها خیلی تختی شده درست چیز، آقا بعد این پلان‌ها رو بگیر. و خب من فیلم اول این کارو کردم، خیلی ریسک بزرگی به نظرم بود و ترسناک بود. ببین یعنی من بعد یه چیزی بود بابا بهم یادآوری می‌کرد، میگه ببین عزیزم بعد شما سر صحنه لبخند بزنی و هیچ این بازیگرا احساس نکنن که اوضاع بده، و چون واسه اینکه انرژی مستقیم از تو به عنوان کارگردان می‌گیره. و خب به شدت فشار روم بود، ولی نباید بازیگران میفهمیدن این رو. یعنی لبخند خیلی مسلط سعی میکردم حداقل مسلط جلوه بدم، و اینکه آقا این پلانا رو بعد اینجوری بگیریم، پشت صحنه میلرزیدم که آقا در اومد و در نیومد. ما اینجوری بود که اماد خدابخش تدوینگرمون روزانه برای من میفرستاد که من مطمئن بشم در اومد یا در نیومد این سکانس. و خب خدا رو شکر میفهمیدم اوکی کلیت در اومد اون چیزی که میخوام. و یه بحث دیگه هم داشتم واجی ایرانی، من تک لوکیشن بود و خب میترسیدم به لحاظ بصری مخاطب خسته شه. بله بله کار خیلی خیلی مهم بود. و خب نکتهش اینه که وقتی تو خورده پیرنگم باشی که قهرمان اصلی نداشته باشی، بله، باید به قصه کوچیکا بری. بله 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 و خیلی سخت میشه. قصه کوچیکا یعنی اینکه اون بازیگر کجا کادر باید بایسته. آره آره و خب خیلی مهمه. یعنی اتفاق خوب استفاده کردی، قصت هم خوب جلو میده. یعنی خدا شکر با یعنی روی محور اصلی جلو میره. شما سوال دارید چقدر سابقه تئاتریه؟ چون یه تعداد از بازیگرای شما سابقه تئاتری دارن. بله. بهتون تو این زمینه کمک کرد سابقه تئاتری بازیگراتون؟ من اصلا از راستش پله یک میخواستم کل بازیگرا تئاتری بردارم. یک دیگه دلیل اصلیم واقعا این بود که بحث تمرین بود. یعنی که میخواستم چون تمرین زیاد بد میکردیم گفتم خب بازیگرا تئاتری اصلا سلطان تمرین هم واقعا و آماده، اصلا اگه تمرین نکنید اصلا با شما راه نمیاد. اما یه ذره رفتیم جلوتر در پیش تولید، یکم سیاستمون تغییر کرد و شد امزوجی از بازیگران چهره سینما و تئاتری. و البته این بازیگران چهرهمون هم همشون سابقه تئاتری داشتن، یعنی این هم پس ذهنمون بود این اتفاق رخ بده. و خدا رو شکر، خدا رو شکر به نظرم این خانواده واقعا در پشت صحنه شکل گرفت. یعنی همه بازیگر راحت بازی میکنن. خانواده بودیم اینجا. خیلی راحت بازی میکنن. یعنی به نظر میرسه که همه نقششون رو درک کردن. من. خیلی سخته. همه یه دستن. یعنی اینطوری نیست که یکی بالاتر، یکی پایینتر، یکی بدتر باشه. من. یعنی در واقع این شکلی که همه یه دست نقشه هایی که دارن در میارن. از همه با از کوچکترین بازیگر تا این از توی ارتباط ها در اومد دیگه. بله بله. یه خاطره دارم بامزه است. خب شما سر فیلمایی که میرین تعداد پرسوناژا حداقل پرسوناژ اصلی ها، یعنی وگرنه میتونین شما یه فیلمی باشین که 4 5 تا پرسوناژ اصلی داشته باشین، یه سیالشکر مثلا 200 نفر آدم، ولی شما متمرکز روم 3 4 نفر نهایت. مال من این شکلی نبود، همه اینها باید کاراکتر میشدن، شخصیت میشدن. و خب شما خودتون استاد بنده اید و بارها این اتفاق رخ داده، بازیگر یه ایده ای داره و من شما مطرح میکنه. من با یه بازیگر طرف نبودم، بازیگر میومد 5 نفرم پشت سرش بود و من با 5 نفر با 6 نفر باید حرف میزدم که آقا یعنی من دنباله نبودم که لزوم من حرف خودم رو به کرسی بشونم. گفتم آقا تعامل دیگه، یعنی بعد یا من حرف شما رو قبول میکنم یا حرف من رو قبول میکنی یا میرسیم به نقطه وسط. ولی خب من هیچ وقت یعنی کم میشد با یه نفر طرف شم. یعنی من معمولا مثلا عزیزمون مثلا ایده داشت و خب یهود حداقل 2 نفر کنارش میومدن و خب این سخت که چجوری من این رو گپ و گفت کنم، چجوری برسیم به یه نقطه مشترک. البته که هیچ ذهنیت بدی پشت ذهن بازیگران من نبود،
طبیعتاً همه بازیگرات و همه فیلم ها پیشنهاد میدن. بله، نه پیشنهاد که اصلا سر جاش اصلا من خوشحال میشدم. پیشنهاد یعنی اینکه بازیگر داره به نقشش فکر میکنه. یعنی اینکه با نقشش درگیر شده. اینکه معرکه است. نه، اینکه شما با یه نفر طرفی حرف میزنید و میرسید به یک نقطه مشترک. این یه نفره نبود، کم بود. یعنی که معمولا دو سه نفری هم میشدن. دلیلش هم فوکوس بود، چون که من همیشه سکانسم شلوغ بود. یعنی من سکانس دو نفر کم داشتم. سکانس تک کم داشتم. واسه همین حداقل 6 7 نفر در هر سکانس هم بودن. این نکته خیلی درخشان داره. آدما رو خوب چیدی در لحظات حساس. بله. یعنی من وقتی میری روی اون دو تا آدم دیگه درست رفتی، یعنی قصه ای رفتی. یعنی این همه فکر شده است دیگه. چون یعنی در واقع یه جوریه که بعضی وقتا تو یه چیزی آدم تو این فیلم شلوغ گیج میشه. بله، دیگه. بله. حالا بریم رو اونی که ولی وقتی میری روی سکوت این ریاکشن این یعنی من احساس میکنم که به جا رفتی. بله. آقای جیرانی صادقانه بگم من یک تیم معرکه داشتم، یعنی دستیاران معرکه‌ای داشتم، فیلمبردار بسیار خوبی داشتم و بازیگران خیلی خوب. اینا باعث میشدن که من آرامش داشته باشم، یعنی اینکه بتونم فوکوس تر به اون سکانس دقت کنم و اینکه یعنی تنشی در پشت صحنه ما نبود. برای همین واقعا من در آرامش فیلم ساختم. منهای اینکه همیشه تنش ریزی وجود داشت به اسم کرونا، آقا ماسکتون رو بزنید و چون هر لحظه میترسیدیم که کرونا به ما بزنه که زد و کار ما رو مختل کنه. بله بله، ما 14 روز تعطیل شدیم. ای بابا. بله. آقای مجنونی کرونا گرفتن. البته یکی از بچه‌های لباس اون بود اولین نفر که مثبت شد، بعد از همه گروه تست گرفته شد. مثلا آقای مجنونی این اتفاق رخ داد. خب بازیگر ستون کار بود، واقعا اصلی بود. و واسه اینکه کار نخوابه تا اونجایی که سکانس هایی که ایشون نداشتیم گرفتیم که کار نخوابه تا اونجایی که میشود. بعد چون من یه لوکیشن بود نمیتونستم جا به جاشم جایی و یه ذره نورامون هم استدیویی بود، گذاشته بودیم به سقف که ما فقط تایم روتوش بخوایم، نه اینکه لزومن یه بار حالا واسه هر سکانس نور پردازی بشه. لوکیشن دکوره؟ لوکیشن خانه است ولی کاملا تغییرش دادیم. یعنی آقای امیرحسین حداد معرکه بود. اولا اینکه یه خونه پیدا کرد که بسیار نزدیک به فیلمنامه بود، بسیار انگار که من شاید ببینید فکر می‌کنم که انگار این خونه انتخاب شده بعد فیلمنامه نسبت بهش تطبیق پیدا کرده، کمترین تطبیق. بسیار خونه بود که نزدیک به فیلمنامه بود و کاملا یه جاهای ما پوشوندیم. من هی بهشون حالا به شوخی، یعنی ایشون دیگه نهایتا هی به شوخی شده بود که میگفتم جزئیات جزئیات و جزئیات و جزئیات. این خانه مادر بزرگه و این نماد مادر بزرگه، این خانه کاراکتره، لزوما لوکیشن نیست. و خب من خیلی راضیم از ایشون. چقدر در انتخاب مادر بزرگ خانواده دچار محدودیت بودیم در گزینه هایی که داشتیم؟ چون فکر می‌کنم تو این رده سنی الان یه مقدار سینما ایران و انتخاب خیلی خوبی خانه سعادت با توجه به سابقه تئاتریشون. از این انتخاب بگیم. موقعی که ما شروع کردیم خب کار رو دقیقاً یادمه، تو پیش تولید این ماجرای محدودیت تردد رو وضع کردن، گفتن 9 شب به بعد دیگه هیچ که تو خیابونا نباشه. یعنی یادمه کشته ها خیلی بالا رفته بود، واقعا محیط ترسناکی بود. یه بحث بود این بود که گفتیم اگه ما سمت بازیگران سن بالا بریم، محسن خانم های محسن، گفتیم اگه احیانا کرونا بگیرن، موقع نه واکسنی بود نه هیچی، یک سلامتیشون به خطر بیفته و خدایی نکرده یه آسیب جدی ببینن یا فوت کنن، خب اول اینکه عذاب وجدانش تا آخر زندگی با ما میمونه و دوم کار میخوابه تمام، یعنی هم خب باید کات کنه. برای همه هم اول من یه گزینه که همینجوری در زمان فیلم نامه تو ذهنم بود اصلا کلا گوشم کردم، گفتم هیچ اصلا سمت این عزیزان نریم. گفتم خب توی سنین پایین‌تر و حتی میانسال‌تر و حتی یه ذره جوان‌تر گفتیم که بگردیم و با گیریم سنگین برسونیم. خانم سعادت هم جزو گزینه ها بود. اما موقعی اثبات شد نور روی خانم سعادت، آقای گلزاده گیریمورم طراح چهره پردازی گفتش که خانم سعادت همون یکی میخوایی. من راستش خانم سعادت به نظرم بازیگر معرکه‌ای بود، ولی گفتم آیا واقعا شبیه میشه به اون مادر بزرگی که من میخوام؟ خانم سعادت لطف کرد بدون اینکه فیلمنامه به خونه اومد و ما تست گیریم. واقعا لطف بزرگی بود و دلیلش نه البته دلیل قابل درکی بود، این بود که میگفتن اگه من فیلمنامه رو بخونم و تست خوب اون اتفاق رخ نده و من به نقش احساس ارتباط عاطفی برقرار کنم خوب اتفاق خوبی نیست. خیلی واقعا لطف بزرگی کردن و اومدم و من شوکه شدم آقای جیرانی.
واقعیت اینه که از اون روز به بعد احساس کردم که این کار دیگه خیلی به من ربط نداره، چون که داره ریلش یه جوری افتاده که داره قرار بره جلو. و اصلا دیدم این بهترین گزینه است، این همون مادر بزرگیه که من میخواستم و اینجوری انتخاب شد. و به نظرم خیلی 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 خوب فیلم این نقش رو زندگی کرد. انتخاب بقیه بازیگرا همراه داشتی؟ دستیارا کمک کردن؟ بله. بازیگردان داشتی؟ من نه بازیگردان نداشتم، من دستیارانم کمک میکردم. آقای هاشمی و آقای قاسمی دستیارانم بودن که تو این حوزه به هم کمک میکردن. خب تعداد بازیگر زیاد بود و بعد یه تقسیم کار اینجوری میکردیم. اما من تنها بازیگری که از زمان فیلم نامه همون نسخه اول بهش فکر کرده بودم آقای مجنونی بود. یعنی حتی اون ذهنیت اولی هم که داشتیم کل بازیگرا تئاتری باشن این بود که میگفتم آقای مجنونی باشد، چون که نقش داشتن که با انتخاب ایشون باعث میشد که مخاطب ندونه بعد چه کار کنه با این کاراکتر، همزاد پنداری بکنه نکنه، یه مرزی آقای مجنونی در بازی دارن که اصلا به نظر معرکه است و مال این نقش بود. الباقی دیگه در زمان پیشتولی بود، یعنی چه خانم ناصر، چه سوگل خلیق، چه آقای رازانی، چه خدمتتون عرض کنم که آقای کرامتی، همه از اون لطف کردن، فیلم‌ها رو خوندن، ارتباط گرفتن و خدا رو شکر من ممنون همه‌شونم، چون که واقعا چه به لحاظ بحث باجت، چه به لحاظ بحث تایمی، ما چون همه بازیگرا رو می‌خواستیم تایم از... یعنی اینجوری نبود بگیم با شما 10 جلسه کار داریم، با شما مثلا 15 جلسه، میگفتیم ببخشید ما مثلا یه ماه و نیم با شما کار داریم، کلا ما یه ماه و نیم باشید. برای همین خیلی شانس بزرگ من بود که تونستیم این کاستینگ اتفاق بیفته. ممنونم از گروه هم، گروه کارگردانی به سرپرستی آقای هاشمی. من درباره فیلم سوالی ندارم، میتونم خارج از اون یه سوال بکنم؟ توی صحبتاتون اشاره کردیم به اینکه حالا در دبیرستان یه مستندی میساختیم. میخوام بدونم که اگر سابقه سینمایی پدر نبود شما فیلمساز میشد؟ یعنی فکر کن اصلا پدرت فیلمساز نبود. میخوام بدونم این علاقت به سینما از کجا میاد؟ از این سابقه ای که حالا بچگی یه جوری تو سینما بودی، یا اینکه نه فکر میکنی که اگر هم این نبود شاید یک موقعیت دیگه بود هم فیلمساز میشد؟ ببین یه سوالیه که واقعیت اینه که من توی خانواده سینمایی بزرگ شدم. نمیتونی بگی اگه نبود خب چه جوری میشدی صادقانه، یعنی تو اون محیط زیست کردی و احساس کردی که دوست داری تو این راه بری. البته برای من آقای جیرانی شاید درک کنه، فرزندانشون درک کنه، سینما اصلا چیز جذابی نبود. واقعیت اینه که چون همیشه پدر رو درگیر میدیدم، همیشه آشفته میدیدم به عنوان کودک، و فقط سوال این بود که این چه جادویی داره که این پدر من اینقدر مدهوش اینه. یعنی این همیشه برام سوال بود. آره، این که آدم ها توجه میکردن خب واسه کودک جذابه، اما واقعیت اینه که همیشه برام سوال بود که این چیست. برای همین واقعیت اینه که من هنرستان رفتم، کنکور دادم، رتبه پایین آوردم، دانشگاه رفتم که علاوه پدرم توش بود، سینما تئاتر، و دستیاری کردم، انواع کارا رو کردم. دلیلم این بود که میگفتم آقا سینما رو ارث هیچ وقت نمیبرید، سینما دموکراتیکه، اگر شما بلد این کار نباشید شما رو حذف میکنه، اصلا چیزی به اسم ارث وجود نداره. و واقعا تو این راه هم انقدر سختی ها کشیدم که اگر شاید این عشق عمیقا در درونم نبود رهاش میکردم. حتی من یه دوره رفتم سراغ شغل دیگه، ولی احساس یه آدم بی وطن داشتم که انگار مهاجره و هی چشم داره به وطن. یعنی حالم خوب نبود، به هر لحاظ دیگه اوضاع خوب بود، به لحاظ مالی همه چی، چون زمان استقلال مالی برام مهمه، من خانوادم عقبه بازاری داریم، شوخی نداریم، میگیم که آقا بعد خود بچه پای خودش وایس. و ولی واقعیت اینه که تا این لحظه که خدمتتون هستم، من این 4-5 سالی که گفتم می‌خواستم فیلم کار کنم، آقای جیرانی من یه ذره آدم بیش فعالیم، دوستم کارهای مختلف انجام بدم، حوزه‌های مختلف، این چند تا پروژه همزمان داشته باشم، یکیش رو دست بگیرم. من هیچ کاری نمی‌کردم و به لحاظ مالی تحت فشار محض بودم، به لحاظ روانی داغون بودم. یه جوری شده بود که من میگفتم فیلمسازی لزوما فقط بحث فیلمسازی دیگه برای من نیست، بحث اینه که از این قلابه باید خارج شم، اصلا زندگیم لاک شده بود. یعنی ماجرایی که داشت. ببین یوسف، پایان فیلم با اون گلدون و اینا خیلی سعی کردی تلطیف کنی ماجرا رو. بله. یعنی ما رو، یعنی با اون که میره بیرون و گلدون رو توی ماشین و این مسائل اینا،
اما وقتی از خونه میخوای بیای بیرون مادر تنها میذاری، من خیلی احساس عجیبی داشتم پایان فیلم. یعنی در واقع با یک خانواده‌ای روبرو شدم که حالا از هم جدا شدن، ولی آیا دوباره اینا به هم جمع میشن؟ آیا اینا دوباره هم دیگر پیدا میکنن؟ آیا این تشنج و این درگیری تموم میشه؟ یعنی یک تلخی قریبی من منتقل شد. یعنی این موفقیت بسیار زیبایی فیلمه که من واقعا پایان فیلم از سالن سینما که آمدم بیرون احساس کردم داری تلطیف میکنه که سیاه نشه. ولی من احساس نمیکنم اون خانواده دور هم بتونن جمع بشن، چون یه دیالوگ بسیار زیبا داری از آقای کرامتی میگه که تو همش سعی میکنی همه چیز رو وصل پینه کنی مادر. بله. جمع میشه اون خانواده؟ آرزوم رو بگم یا منطقم رو بگم؟ منطقه. فکر نمی کنم. یعنی چیزیست که میبینم، چیزیست که من فیلم یه حبقم خیلی فیلم مورد علاقه هم بود، چون که اصلا تصویر آینه خانواده من بود، دو طرف، چه سمت مادری چه پدری، خانواده شلوغ، همه بچه ها دور هم، و اصلا معرکه بود برام. اصلا کار نداشتم که اصلا فیلم چه اتفاقی هست. فیلم معرکه بود به نظرم. یعنی من فیلم خیلی آره دوست. چون که من یه عقبه این شکلی هم داشتم. البته اون فیلم یک پایان به قهرمان داره. بله. اون فیلم یعنی در واقع قهرمانی داره که فیلم تو قهرمان نخاصی نداره. بله بله بله. امتیاز بارست اینه که فیلم همه آدما میدونید آقای جیرانی، من فیلم رو شبیه سبک پوینتلیس میدیدم. دیدین میگن نقطه نقطه میذارن، نقطه‌های رنگی. در نهایت شما میان عقب، مجموع اینها میشود اون چیزی که شما در تابلو دارید میبینید. من این خانواده رو این شکلی می‌دیدم. می‌گفتم هیچ کدومشون، مادر ستونه، یه سری کاراکترها ستونن، اما اینها مجموعشونن که میشه اون چیزی که من می‌خوام حرف بزنم. یک قهرمان فوکوس نداره. و واسه همین سعی کردم که امیدوارم این اتفاق رخ داده باشد، همه‌شون یه دست خوب باشن. خوب این خانواده رو شما باورشون کنید و این لایه‌هایی که در من مهم‌ترین عزیز اینه که همه آدم‌ها خاکستری‌اند. بله. نه تو آدم بد داری، نه آدم بله. خوب داری. بله. یعنی درست جامعه‌ای که ما الان داریم. بله. اگر بعداً به خاطر شرایط اقتصادیشونه، بله. اگر دعوا می‌کنن به خاطر شرایط بیرونه. بله. و این در اومده تو فیلم. خدا رو شکر. خدا رو شکر شده در اومده. انسان ذاتاً خاکستری های جهرم. خودتون که دیگه استاد. یعنی به هیچ بدی مطلقی وجود نداره، هیچ خوبی مطلقی وجود نداره. ممزوج اینها، حالا یه مقدار چاشنی بعض اوقات در شرایط و زمان‌های مختلف انسان رو تشکیل میده. برای همین اگر می‌خوایم مخاطب با ما ارتباط برقرار کنه، باید همین فرمول رو بریم جلو. این فرمول آشنای مخاطبه. اگر احساس کنه که تو داری یه شخصیت رو براش نمادین می‌کنی و خیلی بزرگ و خیلی الهه‌وار باش برخورد می‌کنی، خب ارتباط نمی‌گیره طبیعتاً. یعنی قهرمان‌هایی در ذهن مخاطب‌ها موندن. حالا فیلم من که قهرمان مشخص نداره، مادر ستونه، ولی قهرمان به معنای همون چیزی که خود شما گفتی نیست. اما قهرمانایی که مخاطب ضعفش هم دیده، اون احساسای اون درونیاتش هم دیده، غمش هم دیده، بدیهاش هم دیده، اما اون اعمال قهرمانانش هم دیده. اونه که مخاطب باشه احساس نزدیکی میکنه، میشه همون خاکستری که شما بله بله. سوال داری؟ نه. من به تبریک میگم. مخلص. به تبریک میگم. ورود خیلی خوبی داشتی. خیلی ورود خوبی داشتی. هیچ ربطی هم به پدرت نداره. احترام پدرت سر جاش. اون که سر سازی سر جاش. بله. برای همه ما، ما با فیلم های زندگی کردیم، با همه فیلم های زندگی کردیم، خوب وارد شدی. دلم میخواد همین ورود رو ادامه بدی با فیلم های اجتماعی. ایشالله زیر سایه شما ها. خواهش میکنم، موفق باشیم. مخلص. خیلی خوشحالم. مرسی از شما. ما از بینندگان عزیزی که تا این لحظه بیننده برنامه بودن تشکر میکنم. شب بخیر.